آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه. سلیمان 14:26 میگه در ترس از خداوند اطمینان قوی است، یعنی اعتماد کردن به خداوند، باور کردن خداوند، یک اطمینان قوی وجود داره. اما در انسان، من میخوام اینو بگم، اینو کلام نمیگه، اما در واقع از انسان واقعا نمیشه اعتماد کرد. انسان ها متاسفانه روی زمین در واقع نباید تکیگاه ما باشن، نباید جایگاهی باشن که در واقع ما رو در واقع به خودش وصل بکنه، بلکه خداوند. و ادامه آیه میگه فرزندان شخص را در آن پناه خواهد بود. هللویا. خداوند نه فقط پناهگاه ما هست، میتونه پناهگاه بچه های ما باشه، در واقع کل خانواده ما باشه. شما که ازدواج کردید، بهترین کار اینه که خودتونو و بچه هاتونو یا والدینتون اگر مجرد هستید به خداوند بسپارید. بگید خداوند، ما به تو پناه میبریم، تو پناهگاه ما هستی، تو میتونی ما رو محافظت بکنی. مزمور، بله، مزمور 144:2، مزمور 144:2 میگه اوست محبت من و دژ من، قلعه بلند من و راهاننده من، سپر من و کسی که در او پناه میجویم. هللویا. کسی که در او پناه میجویم. میتونی بگی خداوند در تو پناه میجویم؟ به خداوند بگی، بگید خداوند من اونطوری که هستم، اون جایی که هستم الان، با اطمینان قوی، با سرسپردگی کامل به تو پناه ببرم. هللویا. داوود سرانه مزمور میگه من به تو پناه میجویم. هللویا. مزمور 141:8، بله، بسیار قشنگ، این 144 گفته بودم. مزمور 141:8، اما ای یهوه خداوندگار من، چشمان من به سوی توست. میتونید با سراینده هم صدا بشید الان؟ دوستان عزیزم بگید، دستاتون رو بلند کنید، بگید خداوندا، ای خداوند من، چشمان من به سوی توست و بر تو توکل میکنم و جان من را تلف منم. این ترجمه میگوید که چشمان من به سوی توست، به تو پناه میآورم. چشمانم به سوی انسان نیست. اگه چشمامون برای انسان باشه خسته میشیم، اگه چشمامون برای انسان باشه ناامید میشیم، اما چشمان ما بر خداوند باشه، ما امیدوار خواهیم بود. خداوند عمل خواهد کرد، خداوند معجزه خواهد کرد. هللویا. برای همینه که مزمور 118، این آیه تو برای شما در آوردم از قبل، مزمور 118 آیه 9 میگوید پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران، بر انسانها. انسان رو باید احترام گذاشت، انسان رو باید احترام گذاشت، باید به انسان‌ها رو دوست داشت، حالا از هر مقام و منصب و شرایط که هستن. ولی به کی پناه میبریم؟ به خداوند. هللویا. میتونی بگید خداوند به تو پناه میبرم؟ مخصوصا پناهندهای عزیز، این جلسه به طور خاص تمرکزمون برای شما خواهد بود. عزیزانی که پیش برادری نشستید، عزیزانی که در جاهای مختلف اومدید، با هم متحد میشیم. الان میخوام که یکی یکی برای اسما هم دعا بکنیم. ولی کلام میگه چی؟ پناه بردن به خدا بهتر از پناه بردن به امیرانه، به پادشاهان، به انسانها. هللویا. توکل به انسان سودی نداره،
مزمور 118 آیه 8 میگه سودی نداره. کلام خدا یک بار لعنت میکنه. در کتاب ارمیا میگه ملعون باد کسی که به انسان توکل کنه، منتظر باشه انسان برایش کاری بکنه. شما اگه منتظر باشید انسان برایتون کاری بکنه، خداوند چی کار میخواد بکنه؟ ولی اگر بر خداوند توکل کنید و منتظر خدا باشید، بر او توکل کنید، او از انسانها برای خیریت شما استفاده میکنه. او انسانها رو میفرسته که شما رو خدمت کنه. اما بعد اول به او توکل کرد، اول منتظر او شد، نه منتظر انسانها، بلکه منتظر خداوند. چرا؟ مزمور 91 آیه 4 اینو نگاه بکنیم. چقدر آیات قشنگیه. اینو کسی داره میگه که عمر با خداوند زندگی کرده، کسی داره میگه که در واقع تکیه‌گاه او خداوند بوده، کسی داره میگه که پادشاهه، یک مملکت زیر دستشه، چندین هزار نفر در اون زمان. مزمور 91 آیه 4 او تو را، من میخوام به بغل دستتون نگاه کنید و بگید این کلام مال توه. میتونید این کار بکنید به همسرتون، با هر کی هستید اونجا، با محبت. او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید. هللویا، این خداست. و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. هللویا، چه جای خوبی زیر بالهای خداوند پناه بردن، بر خداوند توکل کردن، منتظر خداوند شدن، به او چسبیدن. او ما را حفظ میکنه، او ما را برکت میده، او کنار ما هستش، او ما را یاری میده، او دعای ما را جواب میده، چون ما به او توکل میکنیم. هللویا. میگوید درباره خداوند، میگویم داوود میگه مزمور 91 2 اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. و آیات بسیاری اینجا جلوی راه من هستش، ولی میخوام با هم دعا کنیم. من میخوام که اسامیتون اینجا بنویسید دونه دونه، و عزیزانی که تشریف ندارن البته براشون دعا خواهیم کرد. ما از قبل اعلام کردیم این جلسه، جلسه دعا مخصوصا برای پناهنده ها در روزه و دعا هستیم. این اولین باری نیست که من برای پناهنده ها روزه میگیرم، شخصا در کلیسای اینجا اعلام کردم، و عزیزانی هست که با شما الان روزه دارم میگیرم و دعا میکنم. خوبی اونور دنیا و اینور دنیا بودن همینه. موقعی که شما روزه میگیرید و ما خوابیم، میگیم هللویا. موقعی که ما روزه میگیریم و شما میخوابید، این دعای متحد، هللویا، به گوش همه میرسه. من میخوام آلبرت و زیبا و نوید و امید دست همدیگر رو بگیرید، دست همدیگر رو بگیرید الان. و عزیزان من دستاتون رو دراز کنید به سمت مانیتور. اسما رو مینویسیم الان. دستا رو دراز بکنید به سمت مانیتور. در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح، همین الان ای خداوند، بر طبق هدایت روح القدس، با توکل به نام مقدس و پر جلال عیسی مسیح، با توکل و به یاد آوردن نام مقدس عیسی مسیح، برای آلبرت، زیبا، نوید، امید، درهای آسمان رو باز اعلام میکنم ای خداوند. کاری رو که انسان نمیتونه بکنه تو به کمال میرسونی ای خداوند عزیز. کاری رو که انسان نمیتونه بکنه خداوند، تو نیروهای خودت رو میفرستی، قدرت خودت رو میفرستی، فرشتگان خودت رو میفرستی و عمل میکنی خداوند. خداوند دعا میکنم برای خادمین تو، برای خانواده تقدیم شده به تو ای خداوند، که خداوند پیشاپیش ایشان در یو این، در سفارت آمریکا، هر سفارت که میرن ای خداوند عزیز، تو به خرام ای خداوند عزیز، تو دلهای اون آفیسر، اون شخصی که با این عزیزان مصاحبه میکنه، دلهای اون کسی که کاغذاشونو داره مینویسه و داره عمل میکنه، به دست خودت گرفته ای خداوندا. و دعا میکنم در نام مجید عیسی مسیح، خداوند مزامیر میفرماید که دلهای پادشاهان مثل نرهای آب در دست توست، به هر سمتی بخوای میچرخونی. شاید تجربه میگه الان مردم یک سال منتظر میشن، دو سال منتظر میشن، ولی خداوند ما نیروهای تو رو میفرستیم و تو معجزه میکنی خداوند عزیز. در نام عیسی مسیح برکت میدیم این خانواده رو خداوند، برکت میدیم این خانواده رو خداوند. برای ربکا و برای سموئیل عزیزم دعا میکنم خداوند،
دعا میکنم دست تو روی این زوج بوده ای خداوندا، چه موقعی که در کشور دیگه بودن ای خداوندا، چه موقعی که الان در ترکیه هستن ای خداوندا. تو این زحمت کشان عزیزانی که دلشون مال توه، شب میرن تا صبح کار میکنن برای اینکه محتاج انسان نیستن ای خداوندا. او خداوندا در کشور غریب که فرهنگش فرق میکنه، سبک زندگیش فرق میکنه، زبونش فرق میکنه، او خداوند عزیز تو باهاشون بودی ای خداوندا. دعا میکنم خداوند درهای آسمان براشون باز بشه به نام عیسی مسیح. باز اعلام میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح، تمام شده با مهر روح القدس. خداوند اعلام میکنیم پیروزی را، اعلام میکنیم قوت تو را، اعلام میکنیم که تو که قادر مطلق هستی، برای عزیزان ما فکرای عالی داری ای خداوند. فکرای عالی تو، نقشه های عامل تو، کامل تو ای خداوند، کاملا اجرا بشه ای خداوند. ما اعلام میکنیم که تو پناهگاه ربکا هستی ای خداوند، تو پناهگاه سموئیل هستی ای خداوند عزیز. نام تو جلال بیابد ای خداوند، نام تو جلال بیابد ای خداوند. در مورد این زوج زیبا و جوان به آرزوشون برسن ای خداوند، به آرزوشون برسن در نام عیسی مسیح. او تو قدوس و قدوس و قدوس هستی ای خداوند، می ستاییم تو را. هللویا هللویا. دریافت شده اعلام کنه عزیزان، دریافت شده بگیری در نام عیسی مسیح. خانم عزیزی یک شنبه آمد کلیسای آمریکایی ما موعظه کرد. من معمولا وسط دعا صحبت نمی کنم، دقت نکنید، ولی میخوام اینو بگم تا بنا بشید و به دعا ادامه بدیم. این خانم ظرف 12 سال، یک خانم غیر ایرانی، ظرف من در انگلستان امسال دیده بودم ایشون رو در یک جلسه، ظرف 12 سال توسط 4 نفر بهش تجاوز میشد. 4 نفر 12 سال به طور مرتب آزار جنسی. خداوند زندگی این زن رو چنان عوض کرد که امروز ایشون هر جای دنیا میره و مسیر رو جلال میده. موضوع قشنگی بود، راجب ایمان صحبت میکرد و ما یک شنبه راجب ایمان روزه بودیم، اگه یادتون باشه ما راجب ایمان روزه بودیم و ایشون بدونه که بدونه برای 3500 نفر به اضافه ما ایشون راجب ایمان صحبت میکرد و بعد داستان تعریف میکرد. میگفت من در طی سال هزاران هزار کیلومتر در واقع با هواپیما این ورور میرم. یک بار که خدمت کرده بودم و خدمت من تمام شده بود، اومدم که سوار هواپیما بشم و برگردم به خونه و توی مدت یک اتفاقاتی افتاد، کوتاهش بکنم تا برسه سوار هواپیما بشه، دید که هواپیما درو بسته و رفته و داره کم کم میره که پرواز بکنه. گفتم خداوند آخه چه وضعشه، من خادم تو هستم، من الان تو خدمت میکنم و برم خونه، حالا باید بشینم اینجا. اگه من قرار بود که نیام اینجا و سوار بشم، خب میذاشته تو همون هتلم میموندم، الان استراحت میکردم. و شروع کرد به خودمان غر زدن، کاری که خیلی از وقتا ایماندارا متاسفانه انجام میدن. و بعد میگه اومدم با اون خانمی که پشت پیشخان بود صحبت کردن که من برم. خانومم انقدر بد اخلاق بود، سیاپوس، و اصلا نمیذاش من حرف بزنم. و میگه یک شخص دیگه هم اونجا وایساد داشت نگاه میکرد. خلاصه داستان کوتاه بکنم، میگه این عزیزان نمیذاشتن من برم، اصلا دیگه رفته بود، وقتی در بسته میشه دیگه بسته میشه. و میگه به هر حال به طور معجزه‌آسایی در رو برای من باز کردن و من رفتم سوار هواپیما شدم. تو هواپیما که اومدم نشستم، گفتم خداوند شکرت میکنم، دعای من شنیدی یا؟ که میگه ناگهان متوجه شدم کاپیتان برگشت گفت، خلبان برگشت گفتش که تا هواپیما بلند بشه 27 هواپیما دیگه جلو ما هست، هوا خرابه، ما 27می هستیم. میگه من دستام بلند کردم گفتم خداوندا ببینه، در نظر انسانی دیگه وضعیت در بسته بود باز شد، غیر ممکنه در رو باز کنن و که هواپیما میره دیگه. دوم از این طرف هم اومده سوار هواپیما شده، میگه 27مین هواپیما هستیم ما که باید بلند بشیم. و میگه من گفتم خداوند تو این هواپیما رو به خاطر من نگرداشتی، من خادم تو هستم. و شروع کردم دعا کردن. میگه ناگهان دعای من تمام نشده بود، یک اتفاق افتاد تو این هواپیما که هرگز هیچ وقت
همچی چیزی رخ نده. میدونید که باید در واقع اتاق کنترل مرتب بگه که خلبان مثلا اینوری برو اونوری برو و یا مثلا حالا برو بالا بشین. به هر حال اونا هدایت میکنن دیگه. میگوید که خانم تعریف میکرد که در این حالی که من داشتم دعا میکردم ناگهان اتفاق افتاد و اون این بود که هواپیما ناگهان دند عقب گرفت، برخلاف اون جریانی که اونجا بود در یک سرعت خیلی بالایی ناگهان رفت آسمون. 27 هواپیما ایستادن، 26 هواپیما ایستادن، میگه ناگهان هواپیما از جای خودش بلند شد. میگه اونجا خدا با من صحبت کرد، گفت فراموش نکن من خدای آخرین لحظات هستم، من خدای آخرین لحظات هستم. دوستان من، بعضی از شما پرونده هاتون بسته شده، بعضی از شما باز نیست، بعضی از شما ناامید هستید. دیروز یه نفر میگفت 3 سال باید وایستید تا نوبتت بشه بری برای مصاحبه. یکی دیگه امروز من میگفتش که بردالاتا به من گفتن 1 سال دیگه باید بیای، ولی ناگهان اتفاق افتاده، یو ان دوست منو صدا کرده رفته مصاحبه، میدونم مال منم هم امروز فردا میشه. عزیزان، توکل خودمون از رو امیران برداریم. ما به مسیح ایمان داریم، نه به امام و پیغمبر مرده، به جادو جنبل، به خدایی که معجزات میکنه، خدایی که در آخرین لحظات دریای سرخ و باز میکنه. و قوم اسرائیل که در عقب دشمن داره میاد سراغشون، در جلو دریای بسته هست، از اونجا عبور میکنن. پس من میخوام دعا بکنم و من ایمان دارم، ایمان من کافی نیست، ایمان شما مهمه. خدا میخواد، خدا میتونه، بنده ایمان دارم، من دیدم اینو در زندگی خود من اتفاق افتاده. خادمی که داره با هزاران نفر خدمت میکنه و به طرق مختلف در طول هفته در ارتباط هست، تجربیات خودشو داره به شما میگه. میدونم که خدا میتونه معجزه کنه، اما شما باید دریافت کنید، شما باید باور کنید، شما باید بپذیرید. اگر نه، منتظر معجزه نباشید. کتاب یعقوب میگه ایمان هرگز شک نمیکنه. آدم دودل نمیتونه منتظر باشه خدا جواب دعاشو بده. پس من میخوام الان برای شما دعا بکنم در نام عیسی مسیح زنده، چه عزیزان که پناهنده هستید، چه عزیزان که درها براتون میخواید باز بشه، ما اینجا داریم دعا میکنیم. و برای هر کس دعا میشه، شما اسم اون فرد رو بیارید. اگر پیش برده علی هستید، علی جان برای اون فرد که دعا میشه دست روش بگذارید. خواهر تحمینه، برده علی دست بگذارید. بنده از اینجا دست میگذارم به نام عیسی مسیح، نه من نه شما، بلکه خدا معجزه میکنه. ما فقط یک کانال هستیم، یک لوله ناودون هستیم که خدا عمل میکنه. آمین. خب دعا میکنم در نام عیسی مسیح برای حمید، دعا میکنم. هللویا. عزیزان با هم بگیم، در نام قدوس مسیح، تو او را میشناسی، از افکار او با خبری، گذشته حال و آینده او را میدانی. در نام عیسی مسیح دعا میکنم خداوندا، این هواپیمایی که نشسته، هللویا، از نظر انسانی هیچ امیدی براش وجود نداره، همین الان از جای خودش برخیزه. دعا میکنم در نام عیسی مسیح، او خداوندا، همین الان برای این عزیز، برای امور کاغذیش، اداریش، در نام عیسی مسیح تو بشنوی خودم. برای سعید دعا میکنم. خداوندا تو میدونی این فرد کیه، تو میدونی گذشتش چیه، تو میدونی فردا براش چه اتفاقی میفته. همین الان دعا میکنم ای خداوند عزیز. برای شهلا دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح زنده. خداوندا این عزیز رو بیاد بیار. خداوندا عزیزان منو از این وضعیتی که دشوار هست در اون کشور بالا بکش، بیرون بکش ای خداوند عزیز. برای ساناز دعا میکنم، برای فرهاد دعا میکنم ای خداوندا. تو قادر مطلق هستی ای خداوند عزیز، تو میتونی درها رو برای عزیزان باز کنی ای خداوندا. تو میدونی که خداوندا برای هر انسانی امید او، آرزوی او چقدر زیباست و تو حقیر نمیشماری ای خداوند عزیز. برای حسین، برای تحمینه، برای علی جان، برای مرتضا، برای هلینا، مبینا، برای ادنا، برای اما، در نام عیسی مسیح زنده، خداوند عزیز، فرشتگانتو بفرست، فرشتگانتو بفرست ای خداوندا، فرشتگانتو بفرست. شیکارالا بابا باستندالا بورو
ریپیکی کندن بابا شیکلل بستندن لبرولو دندره ریپیتندن کشپ رتا پستندرو. به نام مجید عیسی مسیح خداوند عزیزان منو محبت و خدمت کن. خداوند التفات تو بر زندگی عزیزانی که نام برده شد آشکار بشه ای خداوند. عزیزان من معجزه تو رو ببینن ای خداوند عزیز، دست قوی تو رو ببینن ای خداوند، که چگونه مثل یک پدر خداوند عزیزان از اون شرایطی که هستن بیرون میکشیم. دعا میکنم برای عزیزان ای خداوند و سایرین که امروز تو این جلسه نیستن، برای برادر شهرام و خانوادهش، برای پیمان و الهام، برای تک تک عزیزانی که عضو این کلیسا هستن ای خداوند عزیز، دعا میکنم درهای باز خداوند الان دیده بشه و آشکار بشه. تو معجزه کن ای خداوند، تو معجزه کن. کاغذ ها اگه زیره خداوند از اون نوبت بکش بالا و رو بگذاره خداوند عزیز. اگر از نظر انسانی پرونده هایشون محکم نیست ای خداوند، تو وکیل مدافعشون باشه ای خداوند عزیز، تو وکیل مدافعشون باش. چنان که هللویا سعید خان کردستانی در آن سرود زیبا میفهمد، مسیح است دلیلم، مسیح وکیلم. هللویا، مسیح زنده وکیلشون هستش. در نام خداوند عیسی مسیح در امور مالی دعا میکنم ای خداوند عزیز، در امور کار پیدا کردن ای خداوند. عزیزان من بعضی کار میکنن، بعضی کار نمیکنن، حالا یا ناامید هستن یا کار پیدا نمیشه ای خداوند، دعا میکنم بهترین شغل با ساعتی کم با کارفرمایی که دلش تو دستای تو ای خداوند اینها رو خدمت بکنه ای خداوند عزیز. خداوند شاید کسی کمک مالی به کسی بکنه که چیز خوبیه، ولی چقدر زیباتره که تو معجزه میکنی ای خداوند عزیز. چقدر زیباتره که عزیزی که براش تو اونجایی که داره زندگی میکنه و کار پیدا نمیشه معجزه تو رو ببینه ای خداوند عزیز. او خداوند، پناهجوها رو به حضور تو میاریم، افراد سیاسی رو، افراد مذهبی رو، افراد مسیحی رو، برده خواهرامون رو ای خداوند، هر ایرانی، حتی غیر ایرانیایی که در ترکیه، در اروپا، در کشورهای اطراف ایران منتظرن که درا براشون باز بشه ای خداوند عزیز. دعا میکنم در نام قدوس مسیح اعجازتو دیده بشه در سال 2013 ای خداوند عزیز. آمین آمین ای خداوند عزیز، معجزه تو آشکار بشه ای خداوند، تا همه بشنون و ببینن که عیسی خداونده، همه ببینن که کاری که عیسی میتونه انجام بده برتر از هر چیزیه که انسان براش نقشه میکشه. مردم دنیا نقشه میکشن، دروغ میگن، پرونده سازی میکنن، طرقهای دنیوی انجام میدن تا بلکه قبول بشن و مقصد برسن. او خداوند، ما به تو توکل میکنیم ای خداوند، تو بهترین کیس عزیزان من هستی خداوند. خداوند نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح تو، به جرأت خداوند عزیز. تو قادر مطلق هستی خداوند عزیز. همونطور که من 18 سال پیش در هندوستان بدون هیچ کیسی خداوند پروندم باز شد و قبول شدم، بدون هیچ مدرکی، کشیش بودم، کمک کشیش بودم، پرونده‌ای نداشتم، مدرکی نداشتم، شبانه از ایران فرار کرده بودم. خداوند در اولین مصاحبه دل اون آفیسر رو به دست آوردی و عمر رو خدمت کرد. برکتش بده هر جا که از اون آقا رو. میدونم امشب میتونی در زندگی عزیزانم همین کار رو بکنی در نام عیسی مسیح. هللویا. عزیزان با ایمان دریافت کنید. برای استیفانم دعا میکنم خداوند، استیفان عزیزم دعا میکنم ای خداوند، دوستایی که باهاش هستن، کسایی که با هم جمع میشن تو رو عبادت میکنن، کسایی که ایشون میشناسه بشارت داده، خودش رو ای خداوند دعا میکنم در نام عیسی مسیح خداوند درها براش باز بشه ای خداوند عزیز، درها براش باز بشه ای خداوند عزیز، معجزه تو آشکار بشه ای خداوند، تو قادر مطلق هستی ای مسیح زنده. هللویا هللویا. به دعامون ادامه میدیم. چند دقیقه بعد، بعضیا منو نمیشناسید، نمیدونید که چطور من به در واقع اومدم آمریکا و بنده به خاطر که کشیشه کلیسا ایران کشتن و بنده یکی از شبانا و خادمین اونجا بودم، شبانه از ایران اومدم بیرون بدون خدافظی و
وقتی وارد هندوستان شدیم 4 ماه اول با جناق، یکی از با جناقای من هندی هستش، 4 ماه اول در کلیساهای هندی و گروه های هندی موعظه میکردم. منتظر بودم تا اینکه منو صدا کنن و برم به یو این شهر دهلی، دهلی نو. در اون 4 ماه ما برای 20,000 نفر موعظه کردیم و خانومم یه بچه کوچیک داشتیم اون موقع. برای 20,000 نفر موعظه کردیم، شهادت دادیم و خداوند درها رو در هندوستان باز کرد. تا به ما گفتن برید دهلی، قراره که شما رو مصاحبه بکنن. وقتی رفتیم اونجا فهمیدیم 60,000 پناهنده هندی، افغانی و ایرانی، یه چند تا ایرانی، یک دو تا ایرانی بودن، وجود دارن و از نظر انسانی 60,000 تا خیلی زیاده و حالا نوبت شما نمیشه. چون شبانه اومدم از کلیسا هیچ کاغذی نداشتم. هللویا، من افتخار میکنم که کاغذ نداشتم. بلکه کاغذ من عیسی مسیح بودش. البته مدارکی داشتم، عکسایی داشتم که خب به حال از بچگی در کلیسا بودم. ولی شرایط طوری بود که من نتونستم با اینجور مدارک از کشور خارج بشم. و رفتیم، ثبت نام کردیم. روزی که ما رو صدا کردن، یک مترجم افغانی مسلمان مترجم بنده بود و نذاشتن که در واقع خانم من که انگلیسی بلده تو اون جلسه باشه، ما رو جدا کردن. اما ما با روزه و دعا رفته بودیم. من عکسی رو دارم یک روزی میذارم در فیسبوک که مدتی که من رو صدا نکرده بودن، گفتم خداوند صورتم رو نمیزنم تا جواب مثبت از تو بگیرم. بعضی از عزیزان اینطور دعا میکردن، گفتن که خداوند اون قلعه رو برای ما فتح کن، ما بیچاره ایم، ما نداریم، ما بدبختیم، ما تو رو داریم. من میگفتم با خانومم، میگفتم خداوند متشکرم که اون قلعه رو برای من فتح کردی. افتخار میکنم که اینجوری دعا میکردم. وقتی اونجا رفتیم فهمیدیم که اون آقایی هم که باید با ما مصاحبه کنه دانمارکی هستش و بعد به ما گفته بودن که اینجوری یاد گرفته بودیم که دانمارکی‌ها خیلی آدمای خشکی هستن و غیر از ظالم. ولی من دعا کرده بودم، روزه گرفته بودم به همراه خانومم. وقتی وارد اونجا شدیم، این آقای دانمارکی ایستاد، گفت بفرمایید بشینید. چی میل میکنید؟ گفتیم جانم، ما نشده بودیم که یو این به ما اینجوری صحبت میکنه. در صورت برای ما قهوه و شیرینی خامه ای آوردن و این آقا شروع کرد با من صحبت کردن. سوالایی کرد که در واقع غیر معمولی بود. مثلا شما یک نقشه ای آورد، گفت کجا ایران به دنیا آمدی؟ گفتم خب تهران. دست گذاشتم و نشون دادم و یک سری سوالای دیگه از من کرد. ولی میخوام اینو بگم، انقدر حضور خدا اونجا قوی بود، ایشون بدون مدرک، یعنی من برگه تعمید نداشتم، هیچ کاغذی نداشتم، البته پرونده نوشته بودم، و بدون هیچ مدرکی، آخر سر ایشون پاشد از پشت میز دلا شد، کارتشو به من داد، گفت آقای باقستانی و خانم باقستانی، هر موقع کار داشتید من در خدمت شما هستم. هللویا. نمیدونم عزیزان من که یو ان رفتید، آیا تا حالا کسی باهاتون اینجوری حرف زده من در خدمت شما هستم؟ تا روزی که ما در هندوستان بودیم، یعنی یک سالیه بعد، 2 سالیه ما در هندوستان بودیم، یک سالیه بعد که ما در هندوستان بودیم و کلیسای افغانی رو برای اولین بار شروع کردیم، قبلا گروه های افغانی بودن ولی کلیسای افغانی نبودش، شروع کردیم. هر موقع برای هر پناهنده‌ای در کلیسا کاری داشتیم، به آقای هنری زنگ می‌زدیم، همون آقایی که با ما مصاحبه کرد، ایشون میگفت چشم انجام میداد، حقوق کسی قطع میشد انجام میداد، بیمه نبود انجام میداد، نمیدونم قبول بعد میشد قبول میشد. به این میگن التفات، به انگلیسی میگن فیور. فیور ما رو خدا تو قلب این آقای هنری گذاشته بود. این آقا تا روزی که اونجا بودیم، خدا برکتش بده، هر جای دنیا که هستش، هر چی که بهش میگفتیم میگفت چشم انجام میداد. 26 سالم بیشتر نبود، نه زبون باز بودم، نه پرونده دروغ نوشته بودم، بلکه به قوت خدا وارد یو ان شده بودم. میخوام اینو بدونید که قدرت خدا خیلی قوی تر از تمام راه و روش های انسانی و کلک هایی که مردم تو دنیا میزنن. امیدوارم شما جزو اونجور آدم ها نیستید. اگر تا حالا اینجوری بودید بگید خداوند من از این بعد به تو توکل میکنم. کشیش کلیسا داره من یاد میده که من به تو توکل کنم. 3 ماه بعد بنده رو صدا کردن که برم سفارت آمریکا. برای من 3 ماه 3 سال شد. شما میدونید دوستای من که یک روز خیلی سخته.
وقتی اونجا وارد شدم و در این سما به حال خب گاهی وقتا به خداوند میگفتم، میگفتم خداوند چرا اینجوری شده؟ خداوند ترتیب داده در اون سما اون آقایی که بعد در سفارت آمریکا با من مصاحبه کنه در واقع یعنی باید این سما میگذشت، کار خدا بود، معجزه خدا بود. چرا؟ چون آقای مستر برایان، آقای برایان آخرین کیسی که مصاحبه کرد و بازنشسته شد من خانمم بوده. هللویا، شما چقدر برکت یافته خدا هستید، خادم خدا هستید که خدا شما رو دوست داره که شما میشید آخرین پرونده آقای برایان. در سه تا کشور ایشون میرفت و مصاحبه میکرد و مصاحبه ما انقدر خنده‌دار بود. شما قرمه سبزی دوست دارید، میرید آمریکا، میخواید مهندس بشی، میخواید کشیش بشی، چیکار میکنی؟ که در آخر ایشون من گفت چیکار دوست داری برات بکنم؟ گفتم خب قبول بشم. گفت خب قبولی. و تلفن کرد پایین طبقه اول و به خانم هلن. ببین اسمو یادم نرفته، اسم خیلی یادم میره ولی اینا یادم نرفته چون معجزه خدا بود. گفت هلن باقستانی میاد پایین، هر کاری داره براش انجام بده. میخوام اینو بهتون بگم عزیزان، وقتی به خدا توکل میکنید، حالا عزیزان من که در ایران هستم، اروپا الان تو جلسه هستید، شاید شما موضوع پناهندگی ندارید، خدا شکر که پناهنده نیستید و وفادار در ایران موندید و خداوند حفظتون کنه، لازم نباشه اصلا از ایران بیاد بیرون. میخوام اینو بهتون بگم، در هر چیز زندگی، در ازدواج، در امور مالی، در امور کاری، در امور روحانی، در امور اداری، به او توکل کنید. خواهش میکنم، شبان شما، التماس میکنم از شما به او توکل کنید. به انسان نگاه نکنید، خدا از انسان استفاده میکنه، آمین، ولی به او توکل کنید. آمین آمین آمین، هللویا. پس برای عزیزانی که دعا شد در نام پرجلال عیسی مسیح، جواب دعاتون گرفته اعلام کنید. مثل خانم کریستینا کین باشید که یک شنبه موعظه کرد در کلیسا، هواپیما ایستاده، 27 هواپیما جلوتونه، شما نمیتونید برید بالا. نو وی، شاید یک روز طول بکشه، اصلا هوام خرابه، طوفانیه، شاید هوای زندگی شما طوفانی باشه، شرایط مالی شما طوفانی باشه، شاید دد اند باشه، بن‌بست، ولی خدا میتونه، خدا میتونه، بگید عزیزان، خدا میتونه، خدا قادره، خدا قادر مطلقه. یک دختر باکره حامله میشه، عیسی مسیح در به دنیای ما میاد، غیر ممکنه. خدا قادره کاری بکنه که اون هواپیما از جاش بلند بشه. خدا میتونه زندگی شما رو عوض کنه، خدا میتونه شرایط شما رو کاملا عوض کنه. مهم اینه که به او توکل کنید، مهم اینه که به او اعتماد کنید، مهم اینه که خودتون رو ببینید که پیروز هستید. شما چه ببینید چه نبینید، خداوند پیروزمنده. ولی وقتی شما میبینید که در خداوند پیروز هستید، پیروزی مال شما میشه. من میخوام این معجزه در زندگی شما کرده بشه در نام عیسی مسیح. دست همدیگر رو بگیرید، بذارید یه سرود بخونیم برگردید. بعد آلبرت یک سرود پرجلال، من ایمان دارم همین الان در حین سرود خواندن سرماخوردگیتون هم از بین میره، یک سرود پرجلال میخونیم، برمیگردیم، میخوام دسته همدیگر رو بگیریم با هم دعا کنیم. هیچ جا نرید، امروز میخوایم معجزه خدا رو ببینیم. تلویزیونتون رو خاموش کنید، کامپیوترتون اگه با کسی دیگه دارید حرف میزنید ببندید. من بستم، فیسبوک، تلفن، همه چی بسته است. برای من شما مهمید، برای من حضور خدا مهمه. میخوایم دست همدیگر رو بگیریم، دعا کنیم. و من میخوام امروز اینجا 15 ژانویه است، هللویا، 15 روز از سال جدید گذشته، میخوام معجزه خدا تو زندگی شما انجام بشه. آماده باشید. هللویا هللویا، دست همدیگر رو بگیریم. دست خانوما رو فشار ندید زیادا، دست همدیگر رو بگیرید. اگر در منزل برادر علی هستید، استادید، دست هم بیستید، دست همدیگر رو بگیرید. اگر در ایرانید، هر جا هست، کسی کنارتون هست، دست همدیگر رو بگیرید، با همدیگه دعا کنیم. هللویا، برای همدیگه دعا میکنیم، برای خودمون دعا نمیکنیم، برای بغل دستیمون، دست راستی، دست چپی دعا میکنیم در نام عیسی مسیح زنده. اگر خانواده هستید، برای همدیگه دعا کنید.
با یک دل، با یک جان میخوایم نام خدا در میان ما جلال پیدا بکنه. اگر انفرادی هستید دستتون به سمت مانیتور کامپیوتر دراز کنید. با ایمان زندگی میکنید، با ایمان دعا میکنید، با ایمان خداوند عمل میکنه. خداوند قادر مطلق، شاه شاهان، سرور سلامتی، او که بود و هست و خواهد آمد، او که هست زنده است، هللویا. او که همونطوری که 2000 سال پیش در کوچه‌های اورشلیم معجزه میکرد، امشب میتونه معجزه کنه. خداوندا تمام عزیزانم رو برکت میدم، چه پناهنده ها چه غیر پناهنده های خداوندا، چه زندگی خودم، چه کلیسای سفیران مسیح در لس آنجلس، چه عزیزانی که الان هر جا هستن، سر کارن، مسافرتن، تو خونه دلشون نمیخواد بیان جلسه، هر جا که هستن، در نام پرجلال عیسی مسیح معجزه تو رو اعلام میکنیم خداوندا. معجزه خداوندا، ایمان دریافت معجزه رو به عزیزان من بده الان خداوندا. میخوام اون قبری که درش بسته است به نام عیسی مسیح که قبر گشا هستش همین الان باز بشه خداوند عزیز، در نام پرجلال عیسی مسیح درها باز بشه خداوندا. او خداوند عیسی مسیح، دعا میکنم که ندا برگرده به خونه خداوندا، قلب نداها رو لمس کنه خداوند عزیز. تو خدای معجزات هستی، ازدواج های رو به هلاکت و خرابی رو به نام عیسی مسیح شفا بده خداوندا. او ازدواج های رو به خرابی رو شفا بده خداوندا. عزیزانی که میخوان ازدواج کنن، جوونن، نمیدونن بعد چی کار کنن، خداوند قلبشون رو لمس کنه مسیح زنده. شیکارالا بابا بابا با سانگارالا با استوندرو با شیکری بری بیستی. دعا میکنم اونایی که بعد ایمان پیدا ایمان بیارن، هنوز نجات تو رو دریافت نکردن، هنوز مسیحی نشدن ای خداوندا، همین الان قلبشو لمس کنی ای خداوندا. دشمنان انجیل ای خداوندا، دشمنان انجیل به زانو در بیان، بفهمن که عیسی مسیح خداونده و زندگیشون عوض بشه ای خداوندا. عزیزان ما که در زندان هستن به خاطر ایمانشون ای خداوندا، اونها همین الان فیض تو رو، قوت تو رو ببینن ای خداوند عزیز. متشکرم که دعای ما رو شنیدی، کشیش بروی رو فعلا آزاد کردن ای خداوندا. سلامتی تو بر ایشون خانواده‌اش باشه ای خداوندا. آرامش شادی تو از زندگی که در زندان هستن ای خداوندا، مثل سعید که قرار محاکمش کنن ای خداوندا، دیگران که همینجور بلا تکلیفن، در نام عیسی مسیح خداوند، ای خداوند محبت و فیض عظیم تو شامل حالشون بشه ای خداوند. زندانبانا تو رو ببینن ای خداوند، او خداوند جلال تو رو ببینن. زندانیایی که معتادن، نمیدونم قاچاقچی هستن، آدم کشتن توسط این عزیزان در زندانها، برکت تو رو دریافت کنن ای خداوند. تو قادر مطلق هستی، تو قادر مطلق هستی ای خداوند. او تو رو شکر میکنیم ای خداوند عیسی، تو رو شکر میکنیم ای خداوند. هللویا، هللویا. برکت تو رو از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب اعلام میکنم ای خداوند عزیز، که تمام وجود عزیزان من در بر بگیره. تو رو میستایم ای خداوند در نام عیسی مسیح. هللویا، هللویا، هللویا. آیا حاضر هستید برای یک چیز ابدی، یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه.